افغانستان، کشوری که سالهاست در آتش جنگ، فقر و ویرانی های اجتماعی و فرهنگی می سوزد. همیشه دستش برای کمک دراز است، و شرایط دشوار امنیتی باعث شده است که این دست دراز بماند. اکثریت باشندگان این سرزمین زیر خط فقر زندگی می کنند و هزاران خانواده حتی نان خوردن و سرپناه برای زندگی ندارند. چشم های در امیدشان تنها به نهاد کمک کننده چون سرمیاشت مانده است. سرمیاشت این خانواده ها را از طریق مرستون هایی که در 5 ولایت افغانستان، کابل، ننگرهار، قندهار، هرات و بلخ موقعیت دارند، کمک میکند. هدف اصلی سرمیاشت کاهش آلام بشری است که در جامعه یک تعداد بیوه های طفلدار بی‌سرپرست، معلولین بی‌سرپرست زندگی میکنه. هیچ ارگان مسئولیتی از اونا را در جامعه نمیگیره و نداره. به خاطر از اینکه در جامعه مشکلی به وجود نیاید، سرمیاشت از طریق مرستونای خود اونا را تحت پوشش و تحت حمایت میگیره. ضمن آشه 24 ساعته عرفه ها را جهت خودکفایشان هم می آموزند. مریض روانی، کسی که در اولین روز مبتلا شدن به این تکلیف دیوانه خطاب می شود و حتی خانواده اش از او نفرت کرده و او را از خانه بیرون می راند. در اینجاست که خداوند مرستون را وسیله قرار داده و این بندگان پاکش را در پناه خود نگه می دارد. فعلا 250 نفر مریض روانی داریم که از جمله 31 نفر مریض زن است و طبقه مرد های. اینا کسانی که به تکلیف های روانی و عصبی گرفتار باشند، ما اونا را میپذیریم در بخش خود تحت پوشش قرار میدیم. بدهاتن از این مریضان در مرستون کابل نگهداری می شوند. مریضانی که حتی از عقب پنجره های فلزی به بیرون نگاه می کنند. ولی حضور و برخورد کارمندان مرستون با این مریضان به حد انسانی و عاطفی است که اکثریت آنها خودشان را هوشیار و خوب می کنند. زنده باشی، تو مادر هستی، بایدولار شدی بود، تو مادر جانم هستی، امیدی؟ زنده باشی. در بخش دیگر مرستون کابل و صدها طفل یتیم و بیکس زندگی می کنند که از تمام امکانات آموزشی، تربیتی، ورزشی، صحی، تفریحی و رهایشی برخوردارند. مادران این اطفال که همه بیوه و بی سرپرست هستند نیز از خدمات مرستون کابل مستفید می شوند. سواد می آموزند، حرفه یاد می گیرند و بعد از 3 سال دوباره با اطفالشان تقدیم جامعه می شوند. مرد و زن نمی خواهد کار کردن. کار کردن عیب نیست. اینا خودشان رایشو پیدا می کنند. ما یک رهنما هستیم. اینجا که خانمو می آیند تنها برای خوردن و نوشیدن نمی آیند. اینجا فقط ما برشان کار یاد می دیم
کاریابی میکنیم، به جامعه تقدیم میکنیم، اونا رای خدا باز خودشان پیدا بکنن. ولی در ولایات امکانات کمتر است و مرستون نمیتواند به اکثریت نیازمندان رسیدگی نماید. در ولایت ننگرهار یک تبعه کشور قطر به نام الزواهری یک تعمیر جهت سرپناه برای مرستون ساخته است که تعداد 147 نفر با خانوادهایشان در آن زندگی می کنند. پیج نمی بچه می کدم. ما خواست خانم نبر آمده بودم، جای بر کارم ما نمی رفتیم. خوینوی مرستون زیاد برم خوب شد. دخترایم هم در مکتب است، بچه ایم هم است. خیاتی هم برمیرن، سبق هم می خانن. ما 8400 رو پس میرسه، یعنی به مو ما شکر میکشم دی حالت که برما میرسه اشتکای خدا حضر سرش میچلانم. خدای دقا یه وسیله مونتا گرزاوله چه مون کار کهو دقل تفراته چه ده کار نبیغه ما یه چه بل بچی ساعت و مکتب وای پی دقا وای پی. ولی بسیاری ولایات حتی مرستون ندارند و یا تعمیر برای بودوباش وجود ندارد. به صدها خانواده بیرون از مرستون چشم در انتظارند. اورو را خرج زما یو بل نیم قرض ما او خاتم خیرات زکات دولای نه زړه خزه د پرته ده رات نزله تکلیف لري زړه پرسید دی د پیښور دا والا چې بیا مایره نشم چې خدای زه اوس ته کوم ځنه کوم اوس نه لرم داسې یم چې بې وسه یم. زما حال تاسو خدای او تاسو وګورئ چې په داسې زیاس کې به څوک څنګه ژوند کوي. ته ورته وګورئ سره کوم کور ته کې زه پراته یم. زمونږ په لاس کې څه نشته، زمونږ توان او قدرت دومره نه ده. تاسو ولیدل زمونږ په ادارې کې چې څومره رئیس دلته موجود دي او په نوبت باندې ولار دي چې اوس څه وخت بدلته مراسم کې ځای پدویږي او موږ بل شاملېږو. هر ورځ دلته داسې عریضې نه وي چې موږ ته راځي. حتی موږ سره چې نور هیڅ نه جب کې چې وګورو هغه ورته لاس کې ورکوو. غمخور کسی ندارم دیگه که غم بخوره دیگه صاحب. اینم خودم میدانم و خدا بالای سر میدانم خلاص. اونم رفتم سه دفعه رفتم باز نمون مرا نگفتن دیگه. وضعیت بسیار خراب بودم وقت. بسیار جگرخون بودم، چیز بودم. رفت از مینو مگم قبول نکردن جای ندارین گفت. چیز گفت. خوف عظیم هم دا زبر ا میم میم زبر ما هم را زبر را آمارا وقف آمار شباز شزاک با حلیم شیرا دکیر حلیم. تعلیم و تربیه برای این خانواده ها از اولویت های مرستون ها می باشد. شوق و علاقمندی این اطفال به آموزش بیانگر یک آینده روشن برای آنها می باشد. انشاءالله پا پزل خدای دی به شیز دکی خدای میره بانه دی نو بده یو بدی لاری هم را گرزی دی لکه یو چارسی یاروین یا چی لاری نیولی غلاوی تی نو پا دی خاطر من جزا دیر کوششت کوم چی خدای پاک دا دیسی یو شیز جور که یو شیز دکی ام بده دی این دا سمسی گونجی خدای زبا پوری چک سمچی وقتی با دیز ما دا کور مصرف زما جوند و گزاره با دا دی پر غارسی پاس رات بسم خدای میره بانه دی. همچنان فراگیری خیاطی، قالین بافی، موردوزی، گلدوزی و کمپیوتر عرفه هایند که در ساختار و خودکفا شدن این خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند. مدیریت و کارمندان مرستون ها به حد انسانی و عاطفی است که از کمترین امکانات بیشترین استفاده را می کنند. تا باشد که
این بندگان خدا را اندکی کمک نموده و امید برای زندگی آنها بدهند. کار کردن در محیط مرستو و با فقرا یکی از افتخارات در زندگیم است و اگر چانس یاری بکنه و حیات باقی باشه تا اینکه عمر دارم در خدمت فقرا خود بودم، برای از اینکه اونا نهایت بیچاره و ناتوان ولی این توانمندی را خدا به من داده. من متاسف میگم که شاید یک وقت اطفال و اولاد من به می شرایط قرار بگیرن و این خیلی به من احساس میده که باید بیشتر بزینا نیک از روی ترحم مادرانه باید با اونا رفتار بکنم. خودکفا ساختن این خانواده ها تا 3 سال از اصول وظایف مرسون ها می باشد. دوران روزی که در مراسم در آمدم، من صاحب خانه شدم، صاحب زندگی شدم، صاحب مفهومم که من انسان هستم. از او پیش من فکر نمیکنم که من انسان میبودم. من بودم مثل یک وحشی وری، یک دیوانه. همه کلگی میفت که تو چرا یک قان قدر افتگی، تو چرا یک من روزی که در مراسم در آمدم، یک زن وشیار شدم، یک زن کارگر شدم، یک زن شدم که پیسه جمع کردم، خانه جور کردم، زندگی کردم. از او پیش هیچ نمیفهمیدم که من خانه دارم، من زندگی دارم، من شوهر دارم. اونجا که شوهرم فوت کرد، باز یک دو ماه بعد از مردن شوهرم باز که 200 افغانی آمدم در مرستان مزار همراه با 200 افغانی. اونو جا آمدم باز چند وقت خانه تیر شد، اول خدا دوم در کمک آمره صاحب اونو ماش مرستان بود. این اولادم اونجا مکتب میخواند، کودکستان بود، خودم هم خیاطی میکردم، گلدوزیرم بود، اشتکاک قالین بافی میکردم، کورس میخواندن. آنو شکر روز به روز زندگی بسیار خوب شد. هیچ چیزی نداشتم. گفتم با 200 افغانی کتی من سمنگان تا مزار آمدم. دیگه هیچ چیزی نداشتم که یک بیک کالا بس خلاص. این امروز شکر اولی رو هم خریدم. زندگی من جور کردم. اولادای هم شکر خوب است. این در کمک از یاد چیزی کلی چیز از یاد اول خدا دوم آمره صاحب امرا کمک کردن دیگه. من در یک جای در کار تیر کرد. که این داله میرم اموجا روزانه کار میکنم. ما 14,000 افغانی ماش دارم. پیش پایسازی. در کل وضعیت مرستون های افغانستان در مقایسه و نیازمندی جامعه قناعت بخش نیست. هر کدام نیازمندی های خودشان را دارند. دغه ساحه چې تاسو وینئ دا د کندهار مرستون لپاره وقف شوې ده، په عینومین کمپنی لخوا بشپړ وړیا ډول ورکول شوې ده. که چیرته دا جوړ سی او پدې باندې خل تعمیر جوړ سي ټولین د پاره د کندهار خلکو لپاره به ډېر یو لوی خدمت وي. دلایل مختلف باعث می شود که طبقه غریب روز به روز زیاتر شود. اساسی ترین مسئله په ننګرهار کې هغه جنگ ده. کدی غړی کاغی غړی خزه کونډه پاتې کی، یا د دولت د غوښتنې، نه یا د طالب د غوښتنې، نه یا د اسلامي دولت د غوښتنې. زنانه ایده پا مصابا یا او دو رزی بعد دو و پندوی پیندوش پک ماشومان سر دلتا رزی مراجعه که چیز سو بپن. ای کاش که همه فقیر افغانستان امین هایی می بودن که در پنج مرستون زندگی می کردن. ولی هزارا خانواده ای که فقیر و محتاج است فرصت آمدن به مرستون ها را به دلیل نبود امکانات ندارن. برای ما مشکل است نگهداری از اینا، اما می نیست یک انسان مجبوریم تا کارت به گلو برسه من از اینا نگذاری میکنم، ولو که به گدایی بشه، به مصرف شخصی می بشه. بدیم 9 نفر است، 9 طفل، 9 طفل بسیار طفلای حسین و مقبول، اما کر، گنگ، شل، نه پدر داره نه مادر داره.